دلیل تعویق اسرائیل برای حمله موشکی، پاسخ به حمله موشکی سپاه چیه به نظر شما؟ روز شما و ملت فلسطین. احتمال این اسرائیل تصمیم گرفته که همچنان که شما اشاره کردین حمله غافلگیرانه داشته باشه. اگر قرار است این حمله رو آمریکایی‌ها اعلام بکنن و یا اینکه تاریخ تقریبی بدهن، در اون صورت غافلگیرانه نخواهد بود. به نظر من اسرائیل در حال آماده کردن توانایی‌های خود هست برای حمله به جمهوری اسلامی در کنار کارهایی که در شمال و جنوب انجام میداد، یعنی تضعیف هرچه بیشتر حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه و جنوب لبنان، به خاطر اینکه اینها قرار بوده که این گروه ها قرار بوده که پیشگامان جمهوری اسلامی برای برخورد با اسرائیل بودن و در نتیجه بایستی اینها رو به طور مشخص اسرائیل خونسا بکنه تا اینکه راه باز بشه برای کاری رو که قرار هست که انجام بده علیه جمهوری اسلامی. بنابراین به نظر من نه فاش شدن اون گفته شد که راجع به اهداف و زمان حمله، نه اون مؤثر بوده در تصمیم گیری اسرائیل و نه این رجزخوانی های رهبران جمهوری اسلامی که شما اشاره کردین به 4 تن از اونها. با توجه به اینکه در واقع یک سوءقصد ناکام به جان نتانیاهو اتفاق افتاد، یک حمله پهپادی به اقامتگاهش صورت گرفت، آیا فکر میکنید که شخص علی خامنه‌ای میتونه هدف موجهی برای اسرائیل باشه؟ خب طبق گفته خود رهبران جمهوری اسلامی از جمله شخص علی خامنه‌ای، این راه رو باز میکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حرف از حمله متناسب با ضد حمله و یا اینکه حمله اسرائیل میزنه. در نتیجه زمانی که قرار هست نخست وزیر اسرائیل که عالی ترین مقام اجرایی این کشور هست کشته بشه، خب به طبع خامنه‌ای و تمام رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت. و نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد، اون 4 شخصی رو که اسپوردین، سلامی، قالیباف و دیگران، ببینین اینها هیچ کدوم به زبان اینها توجه بکنین، کلماتی رو که بر زبان میارن هیچ نه ارزش سیاسی داره نه نظامی داره. زمانی که سلامی صحبت از این سیستم تاد میکنه به عنوان لوله، این همون شخصی است که از در دیگ به عنوان کرونا یاف صحبت میکرده. بنابراین اینها صلاحیت این کار رو ندارن و به همین خاطر هست که ایران رو در ورطه بسیار خطرناکی فرو خواهند برد. خب جمهوری اسلامی هم از اون سو ادعا میکنه که پاسخ حکومت بستگی داره به نوع عملیاتی که اسرائیل و سوی دیگه در واقع انجام میده. از سوی دیگه هم اسرائیل بارها گفته قاطع و غافلگیر کننده خواهد بود. پیش بینی شما در مورد این پاسخ اسرائیل چگونه است؟ اعتقاد من اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که اسرائیل حداقل طی این 2 سال گذشته گفته و به خصوص در 1 سالی که از حمله تروریستی 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل میگذره، هر چیزی که اسرائیلی ها گفتن واقعیت بوده، به خاطر اینکه هم حملاتی رو که گفتن هم تلفاتی رو که اعلام کردن اینها با واقعیت خونده همخوان بوده. و در این مورد هم اون چیزی که میگویند که این حمله بسیار کشنده خواهد بود، بسیار دقیق خواهد بود و اهدافی رو در نظر خواهد گرفت که بتونه جمهوری اسلامی رو فلج بکنه، به اعتقاد من چنین خواهند کرد. خب بحث اهداف در گذشته بارها گفته شده، تکرار شده، به طبع اهداف سیاسی و نظامی، این توانایی های سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و همینطور زیر ساخت های انرژی جمهوری اسلامی و احتمالاً این تأسیسات هسته‌ای هم میتونن جزو این اهداف باشن. ضمن این که نبایستی فراموش کرد اهداف دیگری رو، نظیر بنادر جنوب ایران که از این بنادر هست که سپاه پاسداران به طور قاچاق دست به ترافیک اجناس و نفت میزنه و از بین یا اونها رو امسکار انداختن، خب ضربه ایست که به درآمدهای سپاه وارد خواهد شد. بنابراین بایستی دید که نتیجه این تهدیدات به کجا خواهد انجامید. ولی امر مسلم این که اون چی که اسرائیلی ها در مورد حمله به جمهوری اسلامی زدن، اون کار رو انجام خواهند داد، به خاطر اینکه بود و نبود اسرائیل
در تضعیف و یا از بین بردن جمهوری اسلامی به عنوان رژیم هست. جمهوری اسلامی دو بار تلاش کرده، صدها موشک و پهپاد هم شلیک کرده، دیدم ناکام شده. با این حساب همچنان به رجزخانیش ادامه میده و همچنان تحریک میکنه اسرائیل رو. دلیل این امر چیه؟ ببینید اینها کردین از جمله عضو این به مجلس خبرگان و یا اینکه سعیدی نماینده خامنه ای در قم، اینها کسانی هستند که نمیدانند از چه چیزی میگویند و آشنایی حتی سطحی هم به اعتقاد من به امور نظامی و سیاسی و دیپلماسی ندارند و در نتیجه اون چی که میگویند صرفا از روی نادانی است و از اونجایی که یکی از تخصصهای بسیار بزرگ آخوندها صحبت کردن هست، دروغ گفتن و به قول خمینی خودعیگریست، خب در نتیجه این صحبتها رو میکنن با این نیت که این صحبتها گوش شنونده خواهد داشت در بین مردم ایران و یا اینکه خارجی ها، ولی هرچی که اینها بیشتر صحبت میکنن خب به طبع خود رو رسواتر میکنن، به خاطر اینکه این نشان از ضعف عمیق اندیشه در این افراد داره و همینطور عدم شناخت از توانایی های خود و توانایی های دشمن خود. خب ما حدود یک دقیقه تا پایان این بخش و گفتگومون فرصت داریم. شما اشاره کردین در ابتدای فرمایشاتتون که در واقع داره برنامه ریزی میکنه، از یه طرف داره نیروهای نیابتی رو در واقع تضعیف میکنه، ولی چندین هفته طول کشیده. معمولا اسرائیل در فاصله خیلی کوتاهی پاسخ میداد. دلیلش این هستش که ممکن هستش که درخواست آمریکا باشه که تاسیسات هسته‌ای رو نزن، یا در واقع مشورت داره میده به اسرائیل، یا نه؟ خب به طبع آمریکایی‌ها استراتژیک دارن با اسرائیل، صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا به طور کلی نزد اسرائیلی‌ها بسیار با ارزش و در نتیجه به اونها توجه می‌کنن. منتها در تحلیل نهایی اگر نگاه بکنیم طی دهه‌های گذشته، اگر که اسرائیل موجودیت خود رو در خطر ببینه به طور قطع کاری رو انجام خواهد داد که بایسته است از دید اسرائیلی‌ها، بنابراین این هم میتونه یک عنصری باشه فشارهای آمریکا. ولی خب از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا صدها یا هزاران موشک در اختیار داره، آمادگی‌هایی رو لازم هست که اسرائیل و آمریکا و دیگر متحدین اسرائیل در منطقه و خارج از خاورمیانه اینها انجام بدن تا اینکه بتوانن این حمله ای رو که انجام خواهد شد و در مورد نیاز به این حمله اشتراک مساعی وجود داره و همینطور همگی بر این نظر هستن که بایستی صورت بگیره، بنابراین یک پیش درآمدهای لازم هست، ولی خب فشار آمریکا هم بهتر بی نتیجه نیست.